آن چیزی که مرا میسازه طرز فکرم است، نگاه کلیم به زندگی است. لذا در زندگی مشترکم اصل اساسی برای ایجاد اعتماد و مستحکم شدن بنیان خانواده هم فکری، هم اندیشی و مشارکت در تفکرات و در اندیشه و در باور است. اما میرسیم به قطب دوم. خب بعد از اندیشه، او چیزی که در مورد ما انسان‌ها زیاد تبارز داره و او دیده میشه و بسیار بسیار توجه می‌کنیم، به اون رفتار ماست، اعمال ما، کردار ما، آن چیزی که مشاهده می‌شود. در قسمت مشاهده، در او بعد از زندگی شخصی ما که رفتار و اعمال ما است، وقتی که ای قرار است باز دوباره این دو نفر کنار هم قرار بگیرن، ترکیب ای دو زل با هم تبدیل می‌شود به همکاری و همراهی. همکاری و همراهی به چه معنا؟ ببینید، قطعاً بر اساس باورهای دینی ما، تکلیف این که مرد چه وظایفی به عهده داره در قبال همسر و فرزندان و خانم چه وظایفی به عهده داره در قبال شوهر و فرزندان مشخص شد. بسیار از اونها بحثای قانونی است، بحثایی که حتی حدود شرعی داره. اگر بله. فلان کارو شما انجام ندی مستوجب یک فلان مثلا فرض کنین جزا هستی. ولی جدای از اونها همیشه گفته شده است که مبنای اساسی در زندگی مشترک بر محور اخلاقه و از یکی از مسائل اساسی در زندگی مشترک که به عبارتی زندگی رو اخلاقی تر میکنه، همین بحث به عبارتی تا یک حدی از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری. ایثار و فداکاری که اتفاق میفته، اولین گام برای رسیدن به مرحله بالا ایثار، چون ایثار یک مقامی است که دیگه بسیار بسیار مقام متعالی است، یعنی قسم نیست که آدم بتواند به راحتی قابلیتی رو داشته باشه که ایثارگری کنه. ایثارگری از کجا شروع میشود؟ از همکاری، از همراهی. همکاری یعنی چی؟ یعنی ببینید، من یک مثال میزنم، حالا ترجیحاً مثال رو من دقیقاً به خاطر میزنم که بینندگان عزیز من دقیقاً تصور ذهنیشون کاملا واضح باشه. مثالم که میزنم است، همکاری یعنی چی؟ یعنی خانم جوان، دختر حاجی صاحب بود، خودش مثلا فلان شاغل فلان اداره است، مثلا خانواده اینا یک قسم بود، ما البته متاسفانه یک چیز عادی و معمولی هم هست، ما مثلا این قسم بودیم، خانواده ما این قسم بود، پدرم این مدل نمیفهم، ما دسترخانمون از ایجی تا وجود فلان، حالا هر چی. این دختر خانم ازدواج کرده، وارد زندگی مشترک شده. خب وارد زندگی مشترک شده، قطعا روز اولی که اینا درخواستگاری اومدن و شرایط رو پدر دختر گفته، خانواده پسر و خانواده مرد گفتن که خب حالا ما در حد توانمون همه است و قطعا او ایجاب قبول اتفاق افتاده، یعنی خانم پذیرفته، اولویتاشو در نظر گرفته و خب دیده اگه آقا مثلا توان مالیش قسم نیست یا اندازه‌ای که من می‌خواستم نیست، ولی کن مثلا سطح تحصیلاتش فلان است، آدم خوش فکری است، آدمی است که مثلا خوش اخلاق است و خوش برخورد، انتخاب کرده، داشته که من انتخاب کرده. حالا که وارد زندگی مشترک می‌شود، که متاسفانه گاهی وقتا اتفاق می‌افته، این که بعد از او دوران به حالت تعلیق نامزدی و از او دورانی که بسیار هم لذت بخش است و هیچ چیزی اونقدر حالت قانونی و 100% داره، همه چیز به یک حالت نیم بند است دیگه، او در خانه پدر و هم در خانه مادر و هر دو تا به اصطلاح وابستگی عاطفی وجود داره، در روز خوشی کنار هم هستن. آره. دیگه ولی مسئله همکاری است که خانم جوان به خودش بگه که خب من دختر فلانی بودم، الان همسر فلانی است و همسر فلانی همین قسم، همین شرایطی که فعلا داره،